خدا. این جلسه خب ادامه بحث انتگرال من باید پی بگیرم. اگر که یادم باشه آخرین چیزی که جلسه گذشته گفتیم راجع به خطی بودن انتگرال این چیزا بود. اینا رو گفتم یا نگفتم؟ گفتم فکر کنم. اینجا نوشتم که گفتم که انتگرال خطیه. اوکی. یعنی اگر f و g روی a و b انتگرال پذیر باشند و c عددی حقیقی، آنگاه f به علاوه c g نیست انتگرال پذیره و انتگرال از a تا b f به علاوه c g میشه انتگرال از a تا b f به علاوه c برابر انتگرال از a تا b g. دیگه ویژگی انتگرال سودی بودنه. که اگر f کوچیک‌تر از b باشه آنگاه انتگرال از a تا b f کوچیک تماسه با انتر آ تا بی جیه. البته باید خود آ هم کوچیک تر از بی باشه که معمولا ما انتر را که می نویسیم حدود انتگرال ترتیبش را رعایت می کنیم. مثلا این قسمت تو پرانتز ها یادشون می ره تصریح کنم بهش. می میگیم سودی بودن انتگرال. دیگه چه ویژگی از انتگرال رو گفتیم؟ اینکه اگر قد مطلق f کوچیک‌تر از m باشه آنگاه این چی میشه؟ قد مطلق انتر از a تا b f کوچیک‌تر از با m برابر b منهای هاست. تعریف انتگرال پذیر بودن گفتیم دیگه، یه مجموعه تعریف کردیم. خب بعد میگیم انتگرال آ تا ب مثلا تا به اف میشه مقدار ال اگر که به ازای هر اپسیلون یه دلتا وجود داشته باشه. که اگر شما افرازی بنویسید که قطرش یا نرمش به قول کتاب کمتر از دلتا باشه، مجموع ریمانی که برای اون می نویسید با هر انتخابی از نقطه ها داخل بازه ها این فاصله اش تا ال کمتر از اپسیلون شه. این تعریف اینه که انتگرال بشه ال. خب حالا اگه میگیم انتگرال پذیر، اگه انتگرال چه چیزی بشه؟ خب مثل که مثلا بگیم تعریف همگرا بودن رو چجوری بکنیم. اول تعریف حد رو میگیم، میگیم دنباله به سمت مثلا xm به سمت x ستاره میل میکند، یعنی به ازای هر اپسیلونی یه اینی وجود داره که از اون اندیس به بعد فاصله xn تا x ستاره کمتر از اپسیلونه. این میشه تعریف این که xm به سمت x ستاره میل میکنه. حالا میگه دوباره همگراست. یعنی چی؟ یعنی x ستاره وجود داره که xm به سمتش میل بکنه. اینطوره ما تعریف همگر انتگرال پذیر بودن در واقع بعد از اینکه تعریف انتگرال رو گفتیم چیه؟ تلویحا داریم تعریف انتگرال پذیر هم میگیم دیگه. نه ببینید، ما جلوتر میریم شرطهای لاجب انتگرال پذیر بودن تابع بیان خواهیم کرد که مثلا از ساده‌ترینش اینه که تابع پیوسته انتگرال پذیره و ای به قوه منفی x2 هم پیوسته است و انتگرال پذیره. یه بحث دیگه وجود داره، اینه که شما میخواید انتگرال یه تابعی رو براش یه فرمولی بنویسید و معمولا ما فرمول رو به کمک چیا بلدیم بنویسیم؟ معمولا که نه، تابع که ما بلدیم چیاست؟ چند جمله یاست؟ تابع مثلثاتیه، تابع نماییه. میتونیم جمع و ضرب و تقسیم و این کار رو انجام بدیم، میتونیم
مثلا یه دونه واروم بزنیم بگیم سینوس منهای یک، یه دونه واروم بزنیم بگیم ریشه انوم، درست؟ و این چیزایی که اینجور به دست میاد با هم ترکیب بکنیم. خب اون وقت ای به قوه منفی ایکس دو که انتگرال پذیر هست، ولی انتگرالش این تیپی نیست. بله استدلال من استدلال رو بلد نیستم. بله ثابت میکنم که انتگرال تابع ای به قوه منفی تو از این قماش نیست. اثبات چنین چیزی تو درس ما که نیست، من هم تا حالا ندیدم اثباتش. ولی میخوام بگم که این معنیش نیست که مثلا تلاش کردن انتگرال محاسبه نتونستن بکنن، نه. قضیه وجود داره که میگه این انتگرال از این فرم نیست. تابع اولیه نه. نه داره. تابع اولش این تیپی نیست. ببین مثل که شما بگید مثلا برای معادله درجه دو شما فرم بلدید؟ بله. ولی بگیم که معادله درجه دو هیچ فرمولی با چهار عمل اصلی نداره. خب اینم یه اثباتی داره ها، یعنی اثبات میخواد، ولی در واقع شما نمیگید فرمول ندارد، میگید فرمول داره. یه فرمول دارم با منفی ب به علاوه من رادیکال فلان، توش رادیکال داره. اگه رادیکال از شما بگیرن فقط چهار عمل اصلی داشته باشه، میشه ثابت کرد که هیچ فرمولی نداره که فقط با چهار عمل اصلی باشه. درست شد؟ خب حالا میگیم ای به قوه منفی ایکس دو انتروپذیر هست، هیچ تابعه مثلا ازش انتر تابع اولیش طبق قضای ما وجود داره، تابع است، یعنی چون پیوسته است، هر تابع پیوسته تابع اولیه داره، یعنی انترال میشه ازش گرفت. انترالش چیه؟ انترالش هست انتگرال ای به قوه منفی ایکس دو. خب اینه. ولی اگر دوست دارید اونو با سینوس منهایی که ای به قوه تانجانت لگاریتم تقسیم چی فلان بهمان بیسار بنویسید و فقط دست شما در این حد بازه که همین تابه ها رو این چند تا کار رو باش بکنید، با هم ترکیب بکنید، وارون بگیرید، جمع کنید، ضرب کنید، تقسیم کنید، از این کاری که تا حالا بیش از این ما کار انجام نداده بودیم. خب کلی تابع اینطوری تولید میشه. درسته؟ اون تابع انترال ای به قوه منفی ایکس هیچ کدوم از اینا نیست. این خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ولی اینکه چجوری ثابت میشه چیز جالبیه. خب مثلا من بگم که ای به قوه ایکس این چند جمله‌ای نیست. یعنی هیچ چند جمله‌ای نمیشه نوشت که مساوی با ای به قوه ایکس باشه. خب اثباتش هم بلدی همتون. میشه ثابت کرد که ای به قوه ایکس روشش از هر چند جمله از هر درجه بیشتره. پس مساوی با هیچ چند جمله ای نیست. یا لگاریتم ایکس مثلا چند جمله ای نیست. یعنی نمیشه چند جمله پیدا بکنی که مساوی با لگاریتم ایکس باشه. خب؟ پس مثلا ای به قوه ایکس یه تابع جدیدیه. اسمش چی میذاریم؟ ای به قوه ایکس. هیچ هم ناراحت نیستیم که یه تابع جدیدیه. محاسبش میکنیم. سینوس مثلا فلان طور. سینوس هم چند جمله ای نیست. با تابع گویام نمیشه سینوس مثلا توصیف کرد. به طور دقیق قرار نمیشه فرم بنویسید بگید مساوی با سینوس ایکس اون تابع تابع گویا باشه، یعنی چند جمله تو صورت نشه تو مخرج. خیلی خوب، چیزی که دارم میگم در مورد ای به قوه منفی ایکس از این قماشه. انتگرال ای به قوه منفی ایکس دو تابع هست، خیلی ویژگیش هم شو توصیف کرد، چون انتگرال تابع مثبت یا تابع سعودی حتما. خب ولی این شکلی نیست. پس اون بحث انتگرال پذیر نبودن یه بحثه که ما مثلا تابع دیریکلی انترال پذیر نیست. خب ولی یه بحث هست که انترال یه تابع که انترال پذیر هست، آیا فرمولی از اون جنس فرمولی که ما بلدیم داره؟ گاهی پیدا کردنش خیلی سخته، گاهی هم قضایه وجود داره که میگه نداره، وجود نداره. یکیش اینه مثلا، مثال معروفش یکی دیگه طول خمه، طول بیز، محیط بیزیه. محیط بیزی هم محاسبش منجر به انترال خیلی ساده میشه که اون از همین انترال هست که بله انترال بیزه. خیلی خب پس نه ما وارد همچنین چیزی نمیشیم، این مثلا پیچیدگی های خاص خودش داره، من اصلا بلد نیستم اینا رو که چجوری میشه ثابت کرد انترال یه تابعی مثلا برای توابع اولیه قابل نمایش نیست. خب این گزاره آخریه یه نکتهی درش داره که شاید در نگاه اول دیده نمیشه. ببینید من میتونم اینو مثلا این شکلی هم بنویسم. بنویسم انترال از آ تا ب اف منهای جی کوچکتر مساوی با ام برابر ضرب در بی منهای آ، که ام چی باشه؟ ام اینجا ماکسیموم قد مطلق تابع مثلا این بود، یا ام مثلا یه کران بالایی واسه قد مطلق اف بود. میتونستم مثلا اینو بگیرم سوپریموم قد مطلق اف، دیگه بهترین مقداری که میشه گذاشت اینه دیگه. میخوام این آبربر بنویسم، چقدر میتونم اینو کوچیک کنم؟ این ام چقدر میتونه کوچیک باشه؟ باید ام بزرگتر مساوی با اف در تمام نقطه ها باشه. بذارید سوپریموم
قد مطلق اف ایکس برای همه ایکس که تو بازه ا و ب. این بهترین نابرابریه که میشه نوشت. این ضریب رو تا اونجا که تونستم کوچیک کردم. حالا اینجا چی میشه؟ این رو بگیر سوپریموم اف ایکس منهای جی ایکس برای همه ایکس هایی که تو بازه ا و ب. خب ببینید اگه دو تا تابع اف و جی داشته باشید، اینکه ام یه عدد کوچیکی باشه یه جوری معنیش اینه که این تابع اف و جی به هم نزدیکن، یعنی در جاهای مختلف تفاوت با هم دارن ولی این تفاوت از یه حدی بیشتر نیست. خب این یه جوری داره مثلا فاصله بین دو تا تابع رو توصیف میکنه. خب سوپریموم قد مطلق اف ایکس منهای جی ایکس، اگه شما گراف این تابع رو بکشید، مثلا فرض کنید که این A و اینم B، مثلا این F باشه این G، این میاد چیکار میکنه تو نقطه‌های مختلف، مثلا یه Xیه، میاد میبینه که چقدر F با G اختلاف داره، ببینه بیشترینش چقدره، مثلا شاید اینجا باشه. خب بیشترین تفاوتی که F و G در نقاط مختلف با هم دارن، حالا بیشترین یعنی ماکسیموم، ولی خب چون ممکن تقابل ناپیوستگی هم داشته باشن باید دقیق‌ترش رو بگم که اون سوپریمومه. خب این یه توصیفی میکنه، این عدد اگر کوچیک باشه یعنی این دو تا به هم چی هن؟ نزدیکن. اگه مثلا یک دهم باشه یعنی اف هر جا میره هر گرافی داره جی ازش دور میشه، ولی نه خیلی، یه دهم بالا یه دهم پایین. خب پس یه معیاری واسه شباهت و نزدیکی دو تا تابع است، کوچیک بودنش معنی نزدیک بودن. یه جور داره میگه وقتی دو تا تابع به هم نزدیک میشن، این یه مقدار اینجا هم اینه دیگه، اینم میشه اینطوری نوشت، این مساویه با قد مطلق انتگرال از آ تا ب اف منهای انتگرال از آ تا ب جی. یه جوری داره میگه وقتی تابع ها به هم نزدیک میشن انتگرالشون به هم نزدیک میشه، فاصله انتگرال عدد دیگه، انتگرال آ تا ب اف میشه عدد، انتگرال آ تا ب جی میشه عدد، تفاضل تا عدد تقسیم بگی یعنی اختلاف فاصله شون. میگه فاصله دو تا انتگرال کنترل میشه با یه ضریبی از فاصله خود تابع، این ضریب طول بازه است و اون فاصله اینجا به اصطلاح میگم به این میگم فاصله یک نواخت، فاصله که روی سرتاسر دامنه ماکسیمم گیری یا سوپریمم گیری کردیم اصطلاح میگم فاصله یک نواخت. در واقع این حالا اینجا مثلا ما گفتیم انتگرال خطی است، اینجا گفتم انتگرال سودی است، اگه می‌خواستم به یه زبان فنی حرف بزنم اینجا باید می‌گفتم انتگرال پیوسته است و این نباید قاطی بکنید. منظور از انتگرال پیوسته تو این جمله این نیست که انتگرال هر تابع یه تابع پیوسته میشه، معنیش اینه که انتگرال به عنوان یه عملگری که دامنش توابع انتگرال پذیرن خروجیش عدد میشه، این یه تابع پیوسته یه به معنی، یعنی تو فضای توابع وقتی یه تابع به تابع دیگه نزدیک میشه انتگرالش هم نزدیک میشه. این چیزیه که ما الان تو این درس ریاضیاتش رو دقیق گفته باشیم، چون ما تا اینجا داریم راجع به نزدیک شدن و فاصله نقاط با هم حرف میزنیم توی آر. وقتی راجع به پیوستگی حرف میزنم راجع به تابع حرف میزنم که اصلا از آر به آر تعریف شده، میگم اگه ایکس ان به سمت ایکس ستاره میل بکند اون وقت افش هم به اف او میل میکنه، ولی این یه مفهوم تعمیم یافته ای داره که تو فصل آخر ان شاء الله صحبت می‌کنه، این فضای متریک ان که مفهوم فاصله و اون چیزا رو توسعه خواهیم داد و اونجا اون که یاد گرفتیم میتونیم اینجا اینطوری بگیم که به یه معنی که در اینجا لحاظ شده اگر دنبالی از تابع ها به یه تابع میل بکنه انتگرالش هم به انتگرال اون میل میکنه، و این معنی این که انتگرال به عنوان یه نگاش به عنوان یه عملگر به عنوان یه تابع که خودش داره رو توابع عمل میکنه پیوسته است. خب البته حتی میشه گفتش که به این معنی لیبشیتسه که حالا ما دیگه بخواستم فقط یه شعوری از این جمله آخر سری که اینجا گفتم داشته باشیم. بسیار خوب. خب ببینید ما غیر از مجموع ریمان قبلش مجموع بالای مجموع پایینی رو هم تعریف کردیم، اینجوری بود که برای یه افرازی یوه F و P رو تعریف می‌کردیم چی؟ مجموع بالایی رو برای افراز چی می‌گرفتیم؟ توی هر کدوم از اون زیرگاه‌ها ماکسیمم
ماکسیمومش رو برای درکتای سوپرومش در نظر میگیریم. قسمش رو ام آی میذاشتیم. آره. اینجوری بود. که این ام آی بزرگ یعنی سوپریموم تابع اف در بازه بسته ایکس آی منهای تا ایکس آی. دلتا ایکس آی یعنی چی؟ طول بازه ایکس آی منهای ایکس آی. رقمش ایکس آی منهای ایکس آی منهای یک. و این مجموع همون مساحت همون مستطیلا بود دیگه. من این قاعده شه، این ماکسیموم ارتفاع، این مینیموم ارتفاع، مستطیل های درونی و مستطیل های بیرونی. و خب خیلی هم باز راحت میشه دید که اگر افراز رو نشاندار بکنیم L, F و P کوچیک تماسایی میشه با S, F و P, T و این کوچیک تماسایی با U, F و P. خب P افراز بود، P افراز بازه آبه بود. کی پرسید؟ پس میخوایم یه تابی رو ازش انتلا رو بگیریم. اولین قدم اینه که دامنه آبه رو به اصطلاح افراز میکنیم، یعنی یه دنباله میگیریم این شکلی P که این شکلی معمولا شده میسیم A مساوی با X0 کوچکتر از X1 کوچکتر از Xn که مساوی با B. به این میگیم افراز. افراز نشاندار چی بود؟ گفتیم اگر بیایم توی هر کدوم از این بازه‌ها یه نقطه انتخاب بکنیم که هر جاش میتونه باشه، سرش باشه، تهش باشه یا هر جایی وسطش باشه، اون دنباله از نقاطی که میشه تی یک، تی دو، تا تی ان که تی آی تو بازه آیومه، اسمشو میذاریم پس کله پی، بهم میگیم یه افراز نشاندار. یعنی افرازی که به علاوه نقاط گره‌ایش توی هر بازی هم نقطه‌ای رو نشان کردیم. و مجموع ریمان چطوری تعریف میشد؟ میگفتیم بیاین این ضریب اینجا رو چی میگرفتیم؟ اف اون نقطه‌ای که اونجا گرفته بودیم، اف اون نقطه‌ای که انتخاب شده. خب مگه نه جذبش نگفتم من؟ من بدن یادآوری بکنم. S مجموع ریمان بود. S F و P T T هم باشه همچین چیزی. T یک کوچیک تماسایی با T دو کوچیک تماسایی با T N که T I متعلق به X I منهای یک تا X I و این F F کاما P T هست سیگما F T I دلتا X I. و ما انتگرال رو بکنم با و مبتنی بر این مجموع نوشتیم. گفتیم که یه تابع انتگرال پذیر اگه به ازای انتگرالش مساوی با L اگه به ازای هر اپسیلونی یه دلتا وجود داشته باشه که اگر بازم یه نادآوری بکنم این نرم P یا نرم P T هر دوش رو تعریف میکنیم ماکسیموم دلتا X I ها. طول بزرگترین بازه که توی افراز اومده، ما انتظار داریم که وقتی این طول بزرگترین بازه رو کوچیکش می‌کنیم این مجموعه ها چه مجموع بالایی چه مجموع پایینی چه اون چیزی که بینشون قرار داره که مجموعه آزاد ریمانه اینها به یه عددی میل کنه که اون انتگرال تابع باشه. اگه اینجوری شد که حالا فقط واسه این وسطی گفتیم، اینو گفتیم به ازای هر اپسیلون یا دلتا باشه اگر افرازتون بنز کافی ظریف باشه، بنز کافی ظریف باشه یعنی این مش نرمش کوچکتر از دلتا باشه و مجموع ریمان که روش می‌نویسید فاصله‌اش تا ال کمتر از اپسیلون باشه. میگیم بعد اینم یادآوری بکنم اگر که لازمه، میگوییم که انتگرال از آ تا به اف ایکس دی ایکس مساوی با ال اگر برای هر اپسیلون بزرگتر از صفر وجود داشته باشه دلتا با دکتر از صفر که برای هر افراز پی که افراز نشاندار پی تی که نرم این افراز کوچکتر از دلتا باشه داشته باشیم قدر مطلق اس اف و پی تی منهای L کوچکتر از اپسیلون. این تعریف انتگرال که حالا
بسیار خوب. ببینید این عبارتی که اینجا اومده، وقتی افراز رو شما تثبیت بکنی هنوزم با تی میتونی بازی بکنی، نقطه‌های مختلف انتخاب بکنی. میتونی به نقطه‌ها تو در همه بازها طوری انتخاب بکنی که اون ضریب‌های اف تی های خیلی به این ام آی نزدیک بشن. حالا اگه ماکسیموم هم نیست، نزدیک سوپریموم بشه. خب پس میشه این مجموع رو با انتخاب کردن تی مناسب خیلی به این نزدیک کرد. و اگه نقطه‌ها تو خیلی طوری انتخاب بکنی که اف اون نقطه نزدیک اینفیموم اف تو اون بازا باشه، به این خیلی میتونی نزدیک شی. یعنی با انتخاب نقطه‌های مختلف یه دامنه نوسانی بین این دوتا رو میتونیم داشته باشیم ما. بین هر دوش واقعا قرار گرفته و میتونیم هر چقدر دوست داریم به این نزدیک شه یا به این نزدیک شه. یعنی این فاصله بین دوتا یه محدوده‌ای که مجموع ریمان شما به ازای نقطه‌های مختلف بالا پایین میشه. پس این تفاضل این چیز مهمیه. فاصله بین مجموع بالای مجموع پایین نشون میده که چقدر جای بازی داره اون مجموع ریمان. اصولا انتظار داریم اگه قرار همگرایی رخ بده با ظریف شدن افراز این تنگ و تنگ‌تر بشه و سمت صفر میل کنه این دامنه نوسانات. پس این تفاضل من می‌نویسم برای که میخوام چیزی رو بر مبنای اون تعریف بکنم. U F O P منهای L F O P. خب این سیگماش اگر یکی بکنید میشه فاکتور گرفت، میشه ام آی من های ام آی دلتا ایکس آی، که این بزرگتر مساوی با صفر. توی هر بازه ای سوپریموم و من های اینفیموم کردیم، در طول بازه ضرب کردیم. خب حالا یه چیزی رو، یه نمادی رو من میخوام استفاده بکنم، یعنی تعریف کنم نوسانات یه تابه. نوسان تابه رو که با مثلا دبلیو نشون بدیم یا اومگا است، مثلا اومگای اف و آ و بی اینو بگیرید، سوپریمومه اف ایکس به ازای ایکس های توی آ و بی من های اینفیمومه f x به ازای x های توی بازه آ. ولی تعریف عجیب غریب نداره. البته اصطلاح نوسان آدم رو یاد یه چیزی میندازه، بالا پایش داره، در حالی که لزوم نداره. مثلا شما یه تابه اخی دارید، فرض کنید این تابه تونه اینجوریه، مثلا این فرض کنید آ باشه اینجا ب باشه، یا مثلا بذارین این ورتر رو بگیرم ب، میگه بیاین تو بازه آبوه ببینید سوپری مقدار تابه چقدر اینه و این فیوم چقدره. مثلا این اختلاف بهش میگیم نوسان تابع آ و ب، تابع اف در دامنه چی؟ در بازه آ و ب. خب یعنی بیشترین فاصله بیشترین مقدار تابع اونجا تا کمترینش. و این جمله چیزی که اینجا اومده، این سوپریوم و اینفیوم همینه که اینجا نوشتم. پس چیزی که داریم اینه که یو اف و پی مجموع بالای منهای مجموع پایینی، این دقیقا میشه مساوی با سیگما نوسان تابع اف در بازه ایکس آی منهای یک تا ایکس آی ضرب در دلتا ایکس آی. بفرمایید. بله اشکال نداره. حالا مثلا این بزنیم مثالی که داریم میگه ناپیوسته بزنم تا مثلا فرض که اینجوریه. خب و حالا اینجوری خوبه؟ نه
مثلا اینجوری باشه بذاریم برای که این شکلم خراب نشه. خوبه؟ الان سوپریم تابع توی این نقطه اتخاذش ماکسیموم اصلا درسته، حدش کمتر البته. پس این جمله اینجا میشه همین که من کشیدم. حالا این فیومه این مقدار از خود تابع است که پیوسته است، فاصله بین دوتا داره، میگه که توی اون بازه آتابه میزان بالا پایین شدن تابه، پایینش تا بالاش چقدره، میشه سوپریومش من اینفیومش. فرض راجع به پیوستی رو نداریم. البته اگر که تابه اونجا بیکران باشه ممکنه مثلا یک اکسوم، پس این یک اکسوم رو بگیریم و تو صفر هم صفر تعریف کنیم. نوسانش تو هر بازه شامل اون نقطه بی‌نهایت. حالا یا سوپریموم بی‌نهایت میشه یا اینفیموم منفی بی‌نهایت میشه یا هر دوش. به هر حال نوسان رو برای چنین چیزی میگیم بی‌نهایت. حالا ما اینجا با اونا کاری نداریم البته، چون جلو تمرین می‌بینیم که برای انتریال پذیری شرط لازم کرانداریه. حالا به هر حال تعریف میشه، میشه تعریف کرد برای تایی که تو بازه آب بی‌کرانه بی‌نهایت. بسیار خوب. پس تفاضل مجموع بالا و مجموع پایین رو این شکلی میشه نوشت دقیقاً. نوسانات تابع F توی بازه آیوم ضرب در طول بازه آیوم. و مثلا در مورد تابع دیریکله که توی گویاها یک گنگا صفره، شما این بازه رو هر چی کوچیک بگیرید نوسانات در هر بازه هر چقدر کوچیک میشه یک، چون سوپریموم یک اینفیموم صفره، میشه یک منهای صفر. و هر چی شما افراز ظریف میکنید در واقع اینه که نمیذاره چیز بشه، این دو تا مقدار بالا و پایین به هم نزدیک شن. چون در انتریور پذیری گفتم ما چیزی که انتظار داریم برای انتریور پذیری شدن تابع اینه که با مثلا ظریف کردن افراز پی این تفاضل کوچیک شه. اصلا یکی دلیل تابع انتریور پذیری نیست دیگه، میتونیم بگیم که دلیل اینه که این ویو منهای ال دقیقاً پی منهای ال. بله، هر جو شما افراز بکنید این یاد ثابت هیچ وقت این کوچیک بشه نیست، در حالی که مثلا انتروپذیری باید این از هر اپسیلونی با انتخاب مثلا افراز ضعیف کوچیک‌تر بشه، نمیشه دیگه، اصلا هیچ کارش نمیشه کرد. بسیار خوب. خب این پس یه اصطلاحی که داره نوسان رو تعریف میکنه. البته میشه یه چیز دیگه هم تعریف کرد که مثلا نوسان تابع در یک نقطه، خب با حد گرفتن. مثلا من بیام W. حالا مثلا میشه اسم دیگه واسش بذاریم. اینو تو کتاب روش حرف نزده ولی میخوام بگم که این مفهوم من تعریف کردن سخت نیست. من جیه. من اسمشو میذارم جی به خاطر فارسی شبولش جهش. یاد این میفته. جهش یه تابع. کدوم تابع؟ F. توی نقطه ای. اینو بگیرید. نوسان تابع F توی بازه x منهای اپسیلون تا x به علاوه اپسیلون لیمیتش وقتی اپسیلون به سمت صفر میل کنه. خب یه بازه دور اون نقطه بگیرید ببینید سوپریموم تابتون بازه چقدره، اینفیمومش چقدره، از هم کمش بکنید میشه مقداری. هرچی این بازه رو کوچیک‌تر بکنید سوپریموم کمتر مساوی میشه، اینفیموم بیشتر مساوی میشه با محدود کردن دامنتون. خب پس اون تفاضل کاهش پیدا میکنه، وقتی اپسیلون سمت صفر میره اینم کوچیک میشه. خب حالا حد اینو بگیرید و مثلا میشه نشون داد که یه تابعی توی نقطه پیوسته است اگر فقط اگر جهشش صفر باشه. وقتی شما مثلا مثال ناپیوسته دارید، مثلا تابعتون جهش داره اصطلاحا، همون تفاضل بین حد چپ و راست اگر که مقدار تابع بین اون دوتا باشه میشه میزان جهش. مثلا اگر که شما یه تابع این شکلی دارید مقدارش هم اینجاست، این میشه جهش. یعنی اگر شما بیاید یه بازه دور نقطه X بگیرید ببینید F این چقدره، میشه اینجا ها. F این طرفش چی؟ میشه اینجا ها. وسطش چی؟ اینجا. سوپریوم میشه اینجا، اینفیوم میشه اینجا.
این فاصله میشه جهش رو این بازه x به علاوه منهای اپسیلون تا x به علاوه اپسیلون. حالا اپسیلون که کوچیک بکنید این نقطه پایینیه میاد مثلا به حد چپ میل میکنه، اون نقطه بالایی میاد به حد راست میل میکنه و همین پرشی که اینجا در شکل شما میبینید این میشه جهش تاب. خب حالا اگه این نقطه مقدار تاب بین این دوتا نبود، خارجش بود، اگه بالاتر بود میشه مقدار خود F تا این حد پایین این طرفیه، اگه پایین تر بود میشه اون بالای تا این. یه توصیف عددی از میزان ناپیوستگی میکنه. یعنی تا پیش از این ما میگفتیم تاب توی نقطه پیوسته است، ناپیوسته است. حالا میتونیم بگیم که ناپیوسته است چقدر ناپیوسته است؟ این عدد داره چنین توصیفی میکنه. میگه مثلا یه واحد، دو واحد، یه دهم. بله. چرا تعریف میشه؟ تعریف میشه. میتونیم بگیم چقدره؟ سینوس یک ایکسوم توی صفر، فرض کنیم صفر تعریف بکنیم. میگن جهش تابه تو نقطه صفر چقدره؟ دو میشه. شما هر همسایگی حولش بگیرید سینوس یک ایکسوم هم مقادیر یک داره و بیشتر از اونم نداره، مقادیر منفی یکم داره. پس هر همسایگی کوچیک بگیرید سوپریموم یکه، اینفیموم منفی یکه. برای همش تعریف میشه. البته شما میتونید بینهایت هم میتونید اجازه بدید باشه ها. مثلا تابه یک ایکسوم و تو نقطه صفر صفر جهشش توی صفر بینهایته. ناپیوستگی این قشایده، یعنی توی نقطه در هر همسایگیش تابه بیکرانه دیگه. حالا برای من راجع به این نمیخوام صحبت بکنم، میخوام بگم که این مفهوم به اصطلاح کتاب نوسان تابه در یک بازه رو میشه به این مفهوم نقطه‌ای هم تبدیل کرد، مثلا جهش یک تابه در یک نقطه که اون نشون میده هولوشش چقدر وقتی اون همسایگی رو کوچیک میکنید چقدر بالا پایین میشه. صفر شدنش معادل با پیوستگیه، ولی عدد هم اگر باشه داره یه توصیف میکنه که چقدر ناپیوسته است. استاد اگر صفر بشه نمیدونیم چی بگیریم که الاسلس، چون ممکنه فقط این اون تک نقطه یه مقدار دیگه داشته باشه به حد چپ و راست قرار باشه. وقتی دارین سوپریموم اینفو میگید در بازه x منهای اپسیلون تا x بالای اپسیلون، f اون نقطه هم جزء این بازه است دیگه. خود اف ایکس هم داره تو سوپریموم اینفو میدید، f رو در این بازه بسته میگیرید. مثلا اگه تابعی دارید که این شکلیه، منظور شما این بود دیگه. خب وقتی من میام در یک این ایکسه، یعنی همسایگیش میام نگاه میکنم در یه همسایگی میفته اینجاها، اینجا خالیه، این نقطه هم جزه برده، برد میشه هم چیزی، این هم هست جزش. هرچی کوچیکش هم بکنید این نمیذاره نوسانات صفر بشه، یه مقدار مثبتی میشه که میشه در واقع فاصله اختلاف. خیلی خوب، من کاغذ هم میدارم اونجا. آره ببخشید سواد هم اینجا جا بود. بسیار خوب، این هم تعریفه. حالا کتاب هم یه مثال هم گفته از این نوسان ها، میگه که اف ایکس رو بگیرید یک منهای ایکس سینوس یک ایکسوم، اگه ایکس مخالف صفر باشه و رو گیرید صفر، اگه ایکس مساوی با صفر باشه. خب این چه شکلیه؟ تاب یک منهای ایکس تاب خطیه که این شکلیه. خب و این سینوس یک ایکسوم یه ضریبیه که بین منفی و یکه، برای همین من قرینه این رو هم میکشم. وقتی x سمت صفر میل میکنه خب این سینوس x هم داره بالا پایین میشه، ولی یه ضریب اینو مقداری تغییر داده دیگه. اگر این ضریب نبود، شما یادتون هست دیگه، یه تابع اینجوری میره نزدیک صفر، هرچی نزدیکتر هم میشه و بازه کوچیکتری بالا پایین میشه. این چه شکلی میشه؟ مثلا توی صفر که این ضریب صفره، حالا نمیدونم شاید یه همچین چیزی مثلا همینطور اینجا نبستم. خب توی صفر مقدارش صفر،
حالا مثلا البته اینجا که بریم جلوتر بازم مثلا یه همچین چیزی اینجا هم هست. حالا جایی که خیلی خوب این تاب خاصه صفر دیگه، من نوسانش حول مثلا یه صفر یه بازه ای من بگیرم چه شکلی میشه؟ باز سوپریموم اینفیمومش رو حساب بکنم. خب حالا تقریبا میشه گفت دیگه. حالا مثلا فرض کنید که مثلا یه مثال بگیم نوسان تابع F در بازه منفی A تا A، A مثبت، یعنی بازه اینجا بگیرید، حالا ببین چه شکلی میشه. A بین 0 و 1. خب این چیزی که میشه گفت اینه که این قطعا این بزرگتر مساوی میشه از یه چیزی. از چه چیزی بزرگتر مساوی میشه؟ این یکه، این هم یکه. هر همسایگی دور اینجا بگیرید، خب در این همسایگی فرصت این هست که این تابع بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین، خیلی نقاط نزدیک به اینجا داشته باشه و نقاط خیلی نزدیک به اینجا داشته باشه، یعنی به اون طرف هم همینطور نقاط نزدیک به اونجا. پس مثلا سوپریموم این تابع توی این محدوده یکم بیشتر از یک میشه برای نقاط قبل از اینجا، و اینفیمومش که مقدار کمتر از منفی یک میشه و تفاضل این دو تا حد بزرگتر از دو میشه. پس این بزرگتر مساوی با دوه. هرچه این بازه کوچیک باشه این نوسانات کوچیک بشه و نیستن. چنین چیزایی احتمالاً اگه وجودشون هر کدوم یه مشکلی واسه انتقال پذیر بودن، جایی که تابعی همچین اتفاقاتی واسش میفته، حالا یا نوسان اینجوری میکنه یا یه جهش عادی داره. خب اگه این نقطه ها حدی بیشتر بشن ممکنه اینا نذارن تابع انتقال پذیر بشه. فعلا ما خب یک بیان دقیقی واسه این حرفای توصیفی نگفتیم، ولی کم کم دارم مقدماتی چه آمده میکنم راجع به انتقال پذیری صحبت کنیم. ببینید دارم چی دنبال میکنم، کم براتون گنگ نباشه که بچه سمت سوی داریم میریم. ما ثابت تعریف کردیم، گفتیم مثلا انتگرال مساوی با فلان چیزه، این تعریفش. انتقال پذیری یعنی انتقال مثلا یه چیزی بشه. یه سری قضیه هم داشتیم که ما میگفت حکمش که فلان چیز انتقال پذیره، ولی تو فرض همش هم این بود که یه چیز انتقال پذیر هستن. یعنی میگه اگه f انتقال پذیر باشه، g هم انتقال پذیر باشه، f بر g انتقال پذیره، درسته؟ یا چیزای از این قبیل. خب آخر سر از این پرسید خب پس چی انتقال پذیره؟ تاب ثابت رو مثلا جلسه پیش ثابت که انتقال پذیره. ما احتیاج به قضایایی داریم که تضمین کنه که تحت یه شرایطی تابع انتقال پذیر هستن. حالا اگه قضیه لازم و کافی هم نباشه، لااقل شرط کافی به ما بده، بگه اگه تابع پیوسته است انتقال پذیره، اگه فلان طوره انتقال پذیره. البته یک شرط لازم و کافی خیلی تر تمیز هم داریم که حالا تو این درس راجعش صحبت نمی کنیم، که شرط لازم و کافی بیان میکنه که تابع انتقال پذیر باشه. بفهم سمت چپ این تابع داره نوسان میکنه. خب و سوپریموماش ببین اون جاهایی که مثلا این ضریبه میشه چیز یک. خب آره داره دیگه، به خاطر اینکه یک ایکسون وقتی به ایکس سمت صفر میل میکنه بازهای به طول دو پی به دو پی رو بین آپ بار تعیین میکنه. آخه برای سمت راست صفر میشه بالاتر آره واسه سمت من که بازار متقارن گرفتم که دیگه این محصر رو پیش نکشم، ولی اگه سمت راست هم باشه بازی حرف درسته، به خاطر اینکه نزدیکی های هر چقدر نزدیک صفر هم این نوسانات یعنی جمله های ضریب یک ضریب منهایی که داریم. خب یعنی دنباله میشه گرفت رو دامنه که سمت صفر سمت راست میل کنه و این ضریب چی باشه؟ یک باشه رو همش. و خون دنباله یک منهای ایکسش به چی میل میکنه؟ به یک میل میکنه و قرینش به منفی یک میل میکنه. برای همین سوپریموم میشه یک، اینفیموم میشه صفر. یعنی اگر که من بازم بازی صفر تا یه جایی بود این دقیقا مساوی با دو میشد. اگه بازم از منفی باشه تا صفر بزرگتر از دو میشه حتما. ولی به حال چیزی که میشه همیشه گفت اینه که صفر اون بازه باشه این نوسان بازه تماسه به دو، هرچی هم بازه کوچیک باشه.
ولی مثلا جاهای دیگه که تا پیوسته است بگیرید با کوچک کردن بازی اطراف میشه نوسان رو کم کرد. خیلی خوب. یه شرطه برای انتظارپذیری ریمان. خب. قضیه 5-7 میگه که اگر F انتگرال پذیر باشه آنگاه F کران داره. بذاریم برای که گرم بشیم من این رو ثابت کنم. خب انتگرال پذیره یعنی خانترش چیزیه دیگه، انتگرال آ تا به اف مساوی با مثلا یه الی. خب اینو میخوام نشون بدم که تابع کران داره. این میگه پس برای اپسیلون مساوی با یک مثلا وجود داره دلتا بزرگتر از صفر که اگر نرم افرازی کوچکتر از دلتا باشه آنگاه سیگما اس اف و پی تی آی سیگما داره دیگه اس. این فاصلهش تا ال کمتر از یکه، پس میتونم بگم کوچکتر از L به علاوه 1 و بزرگتر از L منهای 1. خب حالا چجور نشون میدیم تابع کران داره؟ بله اس بین یو و اله. خب شاید بشه، ولی فکر کنید اگه مثلا این تابع کردار نباشه چه مشکلی پیش میاد؟ چی؟ نوسانش بی‌نهایت میشه. آره ولی میشه اونجوری هم گفت دیگه. ما الان میدونیم که حالا یه تیکای رو من همچنین توی هوا داشتم میگفتم که مثلا میشه این مجموع رو به یو نزدیک شد، میشه به ال نزدیک کرد، اینا رو دقیق ننوشتم. در واقع همینطور میشه وقتی که مثلا تابع شما بیکران باشه. ببینید الان اینجا یه افرازی مثلا ما داریم که افراز نرمش کوچیکه، یعنی بازه آبه رو تقسیم کنیم به یه سری زیر بازه. حالا هیچ قیدی روی تی نداریم دیگه، نرم افراز فقط به نقاطی که دامنه رو تقسیم کنیم مربوط میشه. هر جور شما بیاین داخل اون بازه ها نظیر و از این نقطه تی یک و تی دو تا تی رو انتخاب کنید باید این برقرار باشه. خب حالا اگه تابه توی یکی از اون بازه ها بیکران باشه شما میتونید تی رو جایی بگیرید هر چی دوست دارین، مقدار اف تی اونجا از حدی که دوست دارین بیشترش. خب بذارین اینجوری بگم، میخوام بگم روی اگه پی رو فرض کنید این باشه آ مساوی با ایکس صفر کوچکتر از ایکس یک کوچکتر از ایکس ان مساوی با بی، نشان میدهیم اف روی بازه آیوم یعنی ایکس آی منهای یک تا ایکس آی کراندار است. بیا مثلا این نقاط تی رو بگیرید یک بار
نقاط تی را برابر دنباله سر مثلا ته بازه ها بگیرید. پس داریم سیگما اف ایکس آی دلتا ایکس آی، بذار اینجا بنویسم بازه جیوم که با اون اندیسا قاطی نشه، آی مساوی با یک تا ان، این فاصلهش تا ال کمتر از یک. خب حالا بیاین یه بار دیگه همه رو همون انتخاب بکنید. این پس این درسته دیگه، چون من هر جوری نقطه انتخاب بکنم مجبور برسم باید فاصله تا ال کمتر از یک باشه. این هم بذاری همونجوری بنویسم، مثلا منهای ال کوچکتر از یک. خب حالا یه بار چیز کنید، همه اون نقطه رو همون بگیرید، توی بازه جیوم یه نقطه دیگه انتخاب بکنید. یه بار دیگه مجموع را با همان نقاط می نویسیم، فقط نقطه انتخاب شده در بازه جیوم را دلخواه و عضو دلخواه می گیریم. پس چی میشه؟ میشه سیگما آی مساوی با یک تا ان آی مخالف جی اف ایکس آی دلتا ایکس آی به علاوه یه جمله دیگه که هست اف تی دلتا ایکس جی منهای ال کوچکتر از یک. فهمید چی میگم؟ یه بار مجموع ریمان رو اینجوری گرفتم که همه اون نقطه که در بازه میگیرم تای بازی گرفتم، این مجموع باید فاصلهش تا ال کمتر از یک باشه. یه بار دیگه میام باید مجموع ریمان می نویسم، همه نقطه رو باید همون قبلی میگیرم، فقط نقطه که باید در بازه جیوم بگیرم و دیگه محدود نمی کنم حتما تای بازه رو بگیرم، یه نقطه تی میگیرم که تای بازه لزوما نیست، توی بازه است، ممکنه جای مختلف باشه. هدفم چیه؟ اثبات این که تا به اف بگم تو این بازه کران داره. بله الان نشون میدم. خیلی کار عجیب و غریب نمی کنم، یعنی گزاره‌ای که دارم اثبات می کنم سخت نیست که انتیرال پذیری کرن داره نشون میده. ببینید فرض کنید این افرازتونه، این آه، خب این x1 که این x2 مثلا x3 هرچی، این b این هم مثلا چیه xn. خب من برای که یه دونه من افراز رو افراز نشان دار بکنم باید چیکار کنم؟ تو این بازی نقطه انتخاب کردم رو دارم t1 میگم t2 t3، وقتی روی همچیزی مجموع می نویسم f t1 رو در این ضرب میکنم f t2 رو در این ضرب میکنم به همین ترتیب. خب فرضی که ما داشتیم میگه که هر جوری شما مجموع ریمان برسین روی افرازی که افراز مناسبیه، یعنی نرمش کمتر از دلتا است، فاصلهش چی میشه؟ تا ال کمتر از یک میشه. پس شما وقتی افرازی رو فیکس کنید نرمش که دیگه تغییر نمیکنه، وقتی فیکسش کردین میتونید با بازی کردن با نقطه‌ای که انتخاب میکنید از این گزاره چیزای مختلفی در بیارید. خب میگم یه باری انتخاب خیلی ساده انجام میدم، میام میگم نقطه‌ای که انتخاب میکنم که تی آی باشه میگم تای بازه، میتونه هر نقطه‌ای بین تی ایکس آی منهای یک تا ایکس آی باشه، خود ایکس آی میگیرم. این تای افرازا میگیرم. تای افرازا. این قرار تی آی باشه، من تی آی ایکس آی گرفتم. پس این فاصله‌اش تا ال کمتر از یک. یه بار دیگه همین کارو میکنم الا یه استثناء قائل میشم. بازه جیوم رو میام چیکار میکنم؟ این مثلا بازه جیومه ایکس 3 گرفته بودم، حالا اینجا میگیرم، اینو تی میگیرم. پس این همون جملاتو داره. یکیش فرق داره، چون یکیش فرق داره من نوشتم آی مساوی یک تا ان غیر از جی همون اف ایکس آی دلتا ایکس آی. جمله جیوم چیه؟ اف تی دلتا ایکس ای. تی کجاست؟ که نقطه دلخواهی در بازه جیوم. خب این هم باید فاصله اش تا ال کمتر از یک باشه.
وقتی فاصله این تا ال کمتر از که فاصله اونم تا ال کمتر از که فاصله تفاضلشون تا ال کمتر از 2ه. فاصله تفاضلشون تو هم دیگه. نابرابر مثلث بزنید دیگه. فاصله این تا ال، بله فاصله ال تا این با هم جمع کنیم میشه 2. پس و تفاضل این دوتا همه جملهاش میخوره، یکی میمونه. F چی؟ XI F T دلتا XJ منهای F XJ دلتا XJ کوچکتر از 2. درسته، من نگفتم مساوی هم، گفتم نابرابر مثلث میزنم. فاصله این تا این کوچه تماسه فاصله این تا اینه، بله فاصله این تا این در واقع این دوتا با هم در جمله جیوم تفاوت دارن، باقی جملهاش همه یکی. خب همه جملهاش خورد شد چی؟ میشه اف تی منهای اف ایکس جی قد مطلقش کوچکتر از 2 تقسیم بر دلتا ایکس جی. خب یا اینجوری هم میشه گفتش که اف تی کوچیک تماسایی با 2 تقسیم بر دلتا ایکس جی به علاوه قد مطلق اف ایکس جی و بزرگ تماسایی با 2 تقسیم بر دلتا ایکس جی قد مطلق این هستن. همین کافیه دیگه هستن. پس اف تی چی شد؟ کشتم مثلا این هست. افرازی که من استفاده میکنم عوضش نمیکنم دیگه، یه افراز میگیرم که نرمش کمتر از دلتا باشه و با انتخاب تی های مختلف توش نتیجه گرفتم که در بازه جیوم این کران رو داریم. خب تعداد بازه هم که انتا بیشتر از متناهیه، پس اف کران دار میشه. وقتی دامنه رو به این قسمت تقسیم کردم، اف رو هر قطعش کران داره، پس اف رو کلش هم کران دار میشه. خب پس شرط لازم برای انتگرال پذیر بودن کرانداریه. اوه چقدر خون این تیکر رو گفتم من. خب ببینید یه چیزی قضیه دیگه هست که باز وقتی عنوانش رو بگم شما میدونید که چی میخوام بگم. شرط معیار کوشی برای انتگرال پذیری. معیار کوشی کجا ما داشتیم؟ تو همگرای دنباله ها داشتیم. یه دنباله میگه میشن شرط کوشی رو داره اگه بذار هر اپسیلونی از یه اندیسی به بعد فاصله هر دو تا جمله دنباله کمتر از اپسیلون بشه و این معادل با همگرایی بود و یه جمله ای بود که درش حد نداشت و راجع به همگرایی اثر نظر میگه و میخوام همچین چیزی رو واسه انتگرال بنویسیم. خب و میشه اینجوری راحت نوشت، اونی که اف انتگرال پذیر است اگر و تنها اگر برای هر اپسیلون بزرگتر از صفر وجود داشته باشه دلتا بزرگتر از صفر که اگر پی یک و پی دو دو افراد باشند با نرم کمتر از بگم تی یک اینجا هم تی دو بذارم دو افراد نشان دارند با نرم کمتر از دلتا آنگاه فاصله اس اف و پی تی یک پی یک منهای اس اف پی تی دو اینجوری این کمتر از اپسیلون باشه. اثبات بدیه دیگه نه؟ یه طرفش بدیه. اگه تابع انتگرال پذیر باشه به ازای اپسیلونی میشه یه دلتایی معرفی کرد که اگر افرازهایی بگیریم با نرم کمتر از دلتا فاصله مجموع ریمان اونها تا ال
کمتر از اپسیلون دوم بشه. حالا فاصله هر دو مجموعه ریمان این چنینی کمتر از اپسیلون میشه. فاصله هر کدومش تا ال کمتر از اپسیلون دومه، فاصله هر دوتاش تا هم دیگه کمتر از اپسیلون دوم بر اپسیلون دوم میشه. اون ورشته رو درسته؟ چرا اگه این شرط برقرار باشه؟ تابع انتگرال پذیر حتما؟ خب وقتی که مثلا چیز باشه، فاصله مجموع هر مجموع ریمانی و هر مجموع ریمان دیگه ای کمتر از اپسیلون باشه، میشه نتیجه گرفت که چی؟ یو اف و پی اگر که نرم پی کوچکتر از دلتا باشه و ال اف و پی کوچکتر از اپسیلون. نه کوچکتر مساوی باید بگیم احتیاطا، چون ممکنه سوپریموم تساوی رخ بده. خب حالا چیکارش کنیم؟ این دوتا آخه این دوتا که برای پی خاصی که نیست، هر پی که اینجوری باشه است، هر پی که نرمش کمتر از دلتا باشه. میخواین چیکار کنیم؟ ببینید میخواین ثابت کنیم که تابع انتریال پذیره دیگه. خب در تعریف انتریال پذیر بودن خود انتریال نیاز دارید، چون میگیم انتریالش مساوی با فلان چیز است اگر که اون شرط برقرار بشه. شرط کشی دقیقا میخواست به ما شرطی رو بده بدون انتگرال، بدون مقدار انتگرال. ما اینو بعدا استفاده خواهیم کرد، ولی الان که نداریم چنین چیزی. بگید انتریال کو، من میخوام نشون بدم انتریال تا مساوی چیه. بله اگه انتریال پذیر نباشد، یعنی به ازای هر الی انتریال مساوی با ال نیست، ها؟ یعنی هر الی شما نامزد انتریال پذیری بکنید، شرط انتریال مساوی با ال رو ندارید. بعد چی باید بگیم؟ یعنی وجود داری اپسیلونی که هر دلتایی بگیرید. یه کمی چیزم، نه که بگم شاید مثلا مسیر خوبی باشه بریم جلو، ولی یکم پیچیده هست. معنیش نیست که نباید رفت جلو، شاید به همین سختی باشه کارمون. ولی حالا یه مقدار با هم فکر کنیم ببینیم چرا چطوری میشه در آورد که الان تو این دو تا مجموعه که نوشتیم تعداد سیبازه‌ها لزوما یکی نیست. اینجا نه، دو تا باز، دو تا افرازن که صرفاً نرمشون کمتر از دلتا است. ببینید بخواه اونجا یک دنباله داری، دنباله اندیس 1, 2, 3, 4, 5 داره. خب اینجا شما به ازای هر افراز یه مجموع می نویسید، یا هر دلتایی که شما بگیرید، بگیم مثلا دلتا داره سمت صفر میل می کنه، ولی یک دلتای داده شده نه یک افراز منحصر فردی مشخص می کنه، نه یک افراز خاص یه مجموع ریوان منحصر فرد. یعنی شما هم وقتی یه دلتا بهتون میگن نرم افرازتون کمتر از این باشه، بی‌نهایت افراز دارید. بگم مساوی هم باشه، باید بی‌نهایت افراز دارید که مساوی باشه. و یه افراز هم بدم بگم مجموع ریمانش چیه، میتونید به ازای انتخابای مختلف از نقاط مجموع ریمان بنویسید. یک کم از این جهت مسئله با حالتی که با یک دنباله ساده سر کار داریم متفاوته. سیگما از تعریف
الان نمیدونم چه بود اثبات کنیم. خدا الان دارم فکر میکنم با شما. میگه چیکار کنیم؟ ما اون تفاضل رو واسه چیز کردیم. البته نگاه کنید اون چیزی که اونجا نوشته بودیم برای یک افراز درسته؟ بذاریم ببینم. ما برای یک افراز یه چیزی نوشتیم. مجموع بالای منهای مجموع پایینی رو. ببینیم بزن این لیم 5-9 رو هرگم شاید که همینه که قرار ما کمک کنه. لیم 5-9 میگه که اگر P1 زیر مجموعه P2 باشه. یه اصطلاح هم هست که من همینجا باشه اشاره بکنم. اگه یه افرازی زیر مجموعه افراز دیگه باشه میگن P2 ظریف‌تر از P1 میگن و میگن P2 تظریف P1. معنیش اینه که همون P1ه. چند تا از بازهاش رو احتمال چه کردیم؟ ظریف‌تر ریز کردیم، چند قسمت کردیم. اضافه کردن نقطه موجب ظریف‌تر شدن به این معنی میشه. خب حالا چه ممکنه دو تا افراز قابل مقایسه با هم نباشن، نه این ظریف شده اون باشه نه اون یکی ظریف شده این باشه، یکیشون نقطه‌ای داشته باشه که این نداره، اون یکی نقطه‌ای داشته باشه که اون نداشته باشه. حالا به هر حال رابطه زیر مجموع بودن اینجا اینجوری میگن، میگن این P2 ظریف‌تر از P1. حالا اگر اینجوری باشه آنگاه S F T2 اینجا هم بذارید، مثلا یه تی یک و تی دوی هم بذارم. نه خودش که نمیذارم که فرنگ گره هاشه. توی کتاب وقتی مینویسه این تیه رو بدون اندیس میذاره، برای خلاصه نویسیه، چون نقطه هایی که داریم انتخاب میکنیم فرق داره. حالا شاید خوب نیست من میذارم به خاطر که خود تی یک و تی دو و اینا اندیس های نقطه انتخاب شدن. حالا بذار اینجا بنویسیم، منظورمونه که یه افراز نشان داره. خب یه نقطه توش انتخاب شده، این منهای S F و P1T این کوچکتر مساوی با سیگما تغییرات F روی بازه زد آی منهای یک تا زد آی ضرب در دلتا زد آی، آی مساوی با یک تا N، که این زدها چی هن؟ این افراز ظریف‌تر است. آره؟ یا اون یکی چیده است؟ بده نیا کنم این نقطه های زد یک تا زد ان کدوم افراز هن؟ اونزا مختل است P1. خب من به اثبات همین لمه فعلا بیشتر نرسیم. خب این چرا درسته؟ ببینید ببینید این افراد P1 خودش متشکل از یه سری بازه هاست و بعضی از اون بازه ها توسط P2 ظریف‌تر شدن، بعضیش هم نشدن. وقتی شما میایین چیز میکنید، بیایید مثلا یه بازه خاصی در نظر بگیرید، بازه آیوم، بازه آیوم P1 این هست زد آی منهای یک تا زد آی. خب حالا ممکنه که افراز P2 این بازه رو طور کامل داشته باشه، یا اینکه ممکنه بین زد آی منهای تا زد آی منهای نقاطی هم اضافه داشته باشه. اگر که احیانا نقطه اضافه نشده باشه، یعنی
اون وقت چه مجموعمون چی میشه؟ میشه F. اون عبارت اونجا میشه مثلا F. یه تی آی پریمی دلتا زد آی منهای F تی آی دلتا زد آی. قدر مطلق این اگر این بازه از افراز پی دو نیست باشه، اون وقت خب توی اون مجموعه ریمان دوم یه نقطه احیانا متفاوت رو انتخاب کردیم، این هم یه نقطه دیگه است. ببینید دارم یکی از بازه های افراد پی رو در نظر میگیرم، میگم دو حالت داره قصه، یا اینکه افراد پی دو اینو قلمبه دارتش، یا اینکه ریز شده بعضیش. درسته. ظریف‌تر یعنی اون زیر مجموعه گی برقراره، یعنی مجموع نقاط پی دو زیر مجموعه پی یک، پی یک زیر مجموعه پی دو. تصاویم حتی مجازه. ببین شما افراد پی یک رو دارید، اون نقطه تو پی دو هست و احیانا چند نقطه دیگه هم تو پی دو هست. حالا ممکنه در بازه آیوم پی یک هیچ نقطه جدیدی اضافه نشده باشه، پی دو اون دو نقطه درش متوالی باشن کماکان. هیچ کدوم به خاطر که این نقطه که این داره اون نداره، گاهی نقطه بعضی نقطه این داره اون نداره، یه دومو این داره اون نداره، یه سومو این داره یکی نداره. وقتی میگیم ظریف یعنی به عنوان زیر مجموع دقیقاً زیر مجموع اون یکی باشه. اگر دو چهارم و یه چهارم باشه اون که چهار تا نقطه داره ظریف تره، ولی باید نقطه قبلی داشته باشه. صرفاً اینکه طول بازش کوچیک‌تر باشه رو نمیگیم ها، همون رابطه زیر مجموع بودن رو دارم میگم. حالا میگم اگه این بازه آیوم این باشه ممکن نقطه اینجا اضافه نشده باشه حالت اول. در این صورت مجموعه‌ای که برای دوم می‌نویسیم میگم چیزیه، برای اول می‌نویسیم یکیه که تی آی پریم و تی آی در نقطه در بازه آیوم یعنی در این بازه هستن. خب و این کوچیک‌تر مساوی میشه از قدر مطلق اف تی آی پریم منهای اف تی آی دلتا زد آی، و این کوچیک‌تر مساوی با تغییرات توسط تابع اف رو بازه زد آی و زد آی منهای تا زد آی. خب حالا اگر که توش باشه این چند تیکه شده باشه، اون وقت مثلا شما یه همچین چیزی رو دارید، فرض کنید که زد آی منهای یک این کوچکتر باشه مثلا با یه نقطه اضافه شده، مثلا اسمشو بذارم چی؟ زد مثلا زد آی پریم کوچکتر از زد آی به علاوه یک پریم، این میره تا مثلا زد کی پریم که این مساوی با زد آی پریمه و این نقاط هم که این وسط اضافه شده یه چوری. خب وقتی میخواییم برای افراد دوم مجموع بنویسید یه همچین چیزی میشه، F مثلا تی آی پریم دلتا اینجوری بنویسم زد آی آخرشی این زد آی بعد متشکر، این میشه مثلا این منهای زد آی منهای یک زد آی پریم، این یکیش فرق نمیکنه، به علاوه اف تی آی به علاوه یک پریم مثلا در زد آی به علاوه یک پریم منهای زد آی پریم، همینطوری میره تا میشه این جمله‌ای که مثلا این هست اف زد کا پریم بعد زد کا پریم منهای زد کای منهای یک پریم که این زد کا پریم خود زد آی. خب منهای چی؟ منهای اون جمله اف تی آی دلتا زد آی. ببینید این بازه هایی که اینجا طولشون ضرب شده اینا تیکه تیکه شدن همون بازه آیوم هن. و اگه با هم جمعشون بکنیم همین دلتا زد آی رو میده. من برعکسش میام دلتا زد آی می‌نویسم حاصل جمع این تیکه ها. خب
پس این میشه مساوی با، من یک قدم ساقم اینجا بذارم که بعدا این میشه مساوی با، میام پس این دلتا زد آیا میرسم اینه به علاوه اینه به علاوه این تا الاخر، پس میشه اف تی آی پریم منهای اف تی آی ضرب در چی؟ ضرب در این زد آی پریم منهای زد آی منهای یک به علاوه یه، همینطوری بره جلو تا بشه اف زد کاپیریم منهای اف تی آی، این زد اشتباه نوشتم ها، باید تی باشه، نقطه انتخابی رو معمولا با تی نشون میدیم، ضرب در این تفاضل که زد کاپیریم باشه منهای زد کای منهای یک پریم. خب و این کوچیک‌ترین مساوی با چی میشه؟ کوچیک‌ترین مساوی وقتی میشه که من بیام تک تکشون رو قرنطق بیارم با هم جمع بکنم. و حالا نگاه کنید این تی آی پریم و تی آی و همه این تی آی که اومدن همه‌شون بالاخره تو بازه آیوم زد آی منک تا زد آین و اف دو تا نقطه رو از هم کم میکنم، پس این بیشترین مقداری که میتونه بگیره منظور نوسان تابع اف توی اونجاست. پس تک تک این جمله هایی که اینجا وانه ضریب اومدن رو میتونم بگم قد مطلقشون کوچیک‌ترین مساوی با نوسان تابع اف تو بازه آیومه. ضرب در چی؟ این طولا که تو هم طول بازه کوچولو که تو هر کم ضرب شدن اون عبارت فاکتور بگیرم این طول کوچولا با هم جمع میشن همین دلتا زد آی من میده. پس این میشه کوچیک‌ترین مساوی با نوسان تابع اف توی بازه زد آی منهای یک تا زد آی ضرب در دلتا زد آی. خب حالا من اینو نشون دادم لیمو با استفادهش بدم جلسه بعد چی باید نشون میدادم؟ من میگم که این حاصل جمع اینجا و این حاصل جمع اینجا رو بخواستم کم بکنم، میگم که اینا یه سری جمله هاش واسه بازه های نظیر به نظیر مثل همدیگه است، بازه که در پی دو هم حضور داره در پی یک هم حضور داره، اون عبارت بارال می نویسم. بعضی بازه هم هستن که در پی دو ظریف‌تر شدن، دو تا نقطه توی پی یک بوده سه تا نقطه منش اضافه شده، اون دومی رو در نظر بگیرید. حالا اینا رو جفت جفت که بکنید در واقع چیزی که در میاد برای هر کدوم تک جمله اونها این جمله در اومد، نوسانات در بازه آیوم افراز پی یک ضرب در طول اون بازه و خب جمعش هم میشه کوچیک‌تر مساوی جمع اینا. پس این چیزی که توی لم ما میخواستیم. حالا الان از وقت هم گذشته، من جلسه بعد باید نشون بدم که معیار کشی درسته و بعدش شرط دیگر رو که شرط لازم و کافی واسه انترور پذیر بودنه، حالا نه اون شرط لازم و کافی که من گفتم تو این جلسه تو کلاس نمیگیم، یه شرط لازم و کافی یه مداری با اون فرق داره، اونو انشالله جلسه بعد راجع به صحبت کنیم. سوال چیزی ندارید؟ بسیار خوب. یه چیزی که نمیدونم چجورش برخورد کنم اینه که این مطالعه خب تا حدی برای شما تکراریه، دوستان هم گفتن جلوتر هم بریم چیزایی هست یه مقداری جدیدتره. یه راشنی که مقداری من مثلا سریع بگم مطالعه رو به خودتون واگذار بکنم، بگم مثلا 4-5 صفحه رو اسفاتاشو خودتون بخونید، شاید که این بهتر باشه تا اینکه بخوام همه چیز با جزئیات اینجا بیان کنم. حالا بذارین فکر کنم با دکتر رستمی مشورتی بکنیم که کجاها رو بهتون واگذار کنیم خودتون بخونید، کجاهاشو بریم جلو. خیلی خوب، خسته نباشید.